یائیر لاپید نخست وزیر پیشین اسرائیل به برنامه 24 گفته اگر جمهوری اسلامی عاقل باشه و نخواد ضربه بدی بخوره، میدونه که نباید در جنگ فعلی دخالت کنه. آقای لاپید گفته ارتش اسرائیل میتونه همزمان در 2 یا 3 جبهه بجنگه. در ابتدای گفتگوی امشب ازش پرسیدم برنامه اسرائیل برای بعد از اشغال غزه و سرنگونی حماس چیه؟ بله، من فکر میکنم اسرائیل قصد نداره غزه رو اداره کنه و ایده خوبی هم نیست. من فکر میکنم بهترین راه حل اینه که مثل اون چیزی که سال 2005 داشتیم، تشکیلات خودگردان فلسطین با نوعی ائتلاف با جهان عرب رهبری در منطقه رو به دست بگیره و ترتیب جدیدی به زندگی مردم غزه بده. The life of the people of Gaza. چقدر فکر میکنید که بتونید جنگ رو در داخل خود نوار غزه محدود نگه دارید؟ برای اینکه همین الان هم از سمت شمال حزب الله داره راکت پرانی میکنه به داخل اسرائیل، ایران هم از طرف دیگه تهدید داره میکنه. خب این امکان وجود داره و این یکی از چیزایی که ما مطمئن خواهیم شد اتفاق نیفته. فکر میکنم رژیم ایران و حزب الله متوجه این هستن که شاید حماس 2 هفته پیش ما رو سورپرایز کرد، اما ما دوباره غافلگیر نمیشیم. ما الان عصبانی هستیم و بهتره تو این شرایط با ما درگیر نشن. ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم تا مطمئن بشیم حماس از غزه ریشه‌کن میشه، چون ما با یه همچین تهدیدی در مرزهای جنوبی یا شمالیمون زندگی نخواهیم کرد و دیگه هیچ سازمان تروریستی جان اسرائیلی ها رو تهدید نخواهد کرد. نگران نیستید موقعی که یورش زمینی صورت میگیره و اسرائیل درگیر جنگ در داخل نوار غزه میشه، این به جمهوری اسلامی فرصت میده که هم قدرتش رو بیشتر بکنه در منطقه و هم احیانا برنامه هسته‌ایش رو توسعه بده؟ خب من فکر میکنم اونها باید بهتر بدونن. توانایی ها و ظرفیت های ارتش اسرائیل به قدری قدرتمنده که به اسرائیل توان مبارزه در 2 یا 3 میدان رو به طور همزمان میده و همونطور که گفتم ما دوباره غافلگیر نمیشیم. ما به تمام سناریوهای موجود اشراف داریم و اونها هم اینو میدونن. بنابراین اگر کمی عاقل باشن و نخوان توسط ارتش بسیار خشمگین اسرائیل ضربه بدی بخورن، به نظر من بهتره از این کار اجتناب کنم. میدونم که هیچ کس الان علاقه ای نداره که این جنگ گسترش پیدا بکنه، ولی جمهوری اسلامی پنهان نمیکنه که از حماس و حزب الله حمایت میکنه. خود اونها هم علنا در این باره صحبت میکنن. اسرائیل هم که بهتر از هر کس دیگری میدونه. چقدر فکر میکنید که بالاخره در نهایت تهران مستقیما برای آنچه که 2 هفته پیش اینجا در اسرائیل اتفاق افتاد هزینه خواهد داد، یا فقط گروه های نیابتیش خواهند بود که این هزینه رو میپردازن؟ They understand we hold them accountable. من فکر میکنم اونها میدونن که ما اونها رو مسئول میدونیم، به خصوص در مورد آنچه در شمال اتفاق افتاد. من فکر نمیکنم هیچ آدم عاقلی تصور کنه راکت ها یا پهپاد های شلیک شده از یمن به خودی خود شلیک شدن یا کار یمن باشه. همه میدونن ایران پشت این حملاته. ما اونها رو پاسخگو میکنیم. من در این مورد محتاط هستم، اما فکر میکنم متوجه منظور من شدین. چند تا از گروگان ها الان آزاد شدن. گزارش هایی هستش که الان اروپایی ها و ایالات متحده دارن به اسرائیل فشار میارن که یورش زمینی رو به تعویق بندازه، شاید گروگان های بیشتری بتونن آزاد بشن. چقدر فکر میکنید که موضوع گروگان ها میتونه عملیات زمینی رو به تاخیر بندازه یا اونو مختل بکنه؟ به نظر من این دو موضوع کاملا جدا هستن. اسرائیل هر کاری بتونه میکنه تا از هر طریقی گروگانها رو آزاد کنه. اونها پسرها و دخترها و مادرها و پدرهای ما هستن و ما هر کاری بتونیم میکنیم که اونها رو به خونه برگردونیم. و در یک مسیر جداگانه نابودی حماس در نوار غزه ضروریه، چون تمام کشور رو تهدید میکنه و متاسفانه باید با این دو موضوع به طور همزمان برخورد کنیم. خیلی ها حملات حماس به اسرائیل رو مقایسه کردن با حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا. بعد از اون حمله آمریکا به افغانستان یورش برد و 20 سال بعد، بالای 20 سال بعد، طالبان دوباره به قدرت برگشتن. علارغم هزینه جانی و مالی که آمریکایی ها پرداخت کردن، چطور میتونید مطمئن باشید که چنین اتفاقی برای اسرائیل هم نمیفته؟ Well, I'm not sure about the
من در مورد این مقایسه مطمئن نیستم. اولا از نظر عددی جمعیتی که اینجا تحت تأثیر این حمله قرار گرفتن 15 برابر تعداد افراد در 11 سپتامبر. افغانستان در سوی دیگه دنیا از آمریکا قرار داره، در حالی که نوار غزه و لبنان در حیات خلوت ما هستن. بنابراین تفاوت‌های زیادی وجود داره. چیزی که مشابهه اینه که هر دوی این گروه‌ها با دم شیر بازی کردن، چون که ما عکس العمل نشون میدیم. میدونم که بسیاری از سیاستمداران در اسرائیل میگن که موضوع ناکارآمدی اطلاعاتی رو که موجب این رخنه حماس به داخل خاک اسرائیل شد بعد گذاشت برای بعد از جنگ فعلی، ولی خود شما فکر میکنید که چقدر مسئولیت متوجه نخست وزیر بنیامین نتانیاهو بوده؟ خب همونطور که شما گفتید این بحثی نیست که در حال حاضر باید داشته باشیم. من رهبر اپوزیسیون هستم، ولی در این زمان ما اینجا به عنوان یک کشور متحد هستیم. ائتلاف و مخالف، چپ و راست و حزب میانه، هر کسی، ما همه با هم متحد هستیم، چون الان فقط یک هدف داریم. ولی بعد از اینکه مطمئن شدیم به هدفمون رسیدیم، اون وقت به این سوال خواهیم پرداخت که مقصر چه کسی است. قبول دارید که گلایه ها و اعتراضات مشروعی هست که فلسطینی ها سال هاست که دارن، حتی اونهایی که حامی حماس نیستن و بهش رسیدگی نشده. چقدر فکر میکنید حالا بعد از این اتفاقات زمان اون رسیده که بالاخره به این گلایه ها یک رسیدگی اصولی بشه؟ خب من فکر میکنم فلسطینی ها و کل دنیا باید بفهمن که حماس بخش بزرگی از این مشکله که ما هیچ وقت نتونستیم راه حلی برای داشتن دو دولت مجزا پیدا کنیم، یا حداقل پیشرفتی در مذاکراتمون داشته باشیم. اگر ما کاری بکنیم که یک دولت مستقل فلسطینی ایجاد بشه، حماس درست مانند سال 2006 کنترل رو به دست میگیره و نتیجه این میشه که ما دوباره یک دولت تروریستی دیگه در مرزهای شرقی خودمون خواهیم داشت، و این چیزیه که ما نمیتونیم اجازه بدیم که اتفاق بیفته. حماس مانعی برای صلح و هر فلسطینی که خواهان داشتن دولت مستقلی هست باید این رو درک کنه. و علاوه بر این حماس هیچ علاقه‌ای به تشکیل یک دولت برای فلسطین نداره. مبارزه اونها مبارزه ملی فلسطینیا نیست. ولی تشکیلات خودگردان که اینطور نیست، رفتار شما با اونها چطور بوده؟ خب ما با اونها کار میکنیم. ما با اونها سازوکارهای امنیتی رو هماهنگ میکنیم. در گذشته هم با اونها کار کردیم. دورهای بدی هم داشتیم. دورهای خوبی هم البته بوده. اساساً اونها به گونه‌ای با ما کار میکنن که به نفع هر دو طرف هست، در حالی که حماس یک سازمان ملی فلسطینی نیست. حماس یک جنبش متحد عربی و اسلامی و رادیکاله. باید بگم این توهین به اسلامه که اونها رو نهضت اسلامی بنامیم، اما اساساً این چیزیه که حداقل خودشون میگن. حماس یک سازمان تروریستی مانند داعش و بقیه سازمان‌های تروریستیه که فکر می‌کنن گستره خلافت اسلامی باید از ایران تا مصر گسترده بشه. خواسته اونها حل مسئله فلسطین یا تشکیل یک دولت فلسطین در آینده نیست. آقای لاپید، اگر یک فلسطینی در غزه بودید، حامی حماس هم نبودید و الان هم زیر بمباران اسرائیل بودید که در بسیاری از مواقع حتی هشدارش هم به اونها نمیرسه و راه خروجی هم حتی از مرز جنوبی به مصر نبود، شما چه کار میکردید؟ اول اینکه در کوتاه مدت همونطور که به آنها گفتیم، اونها باید از قسمت شمالی نوار غزه به قسمت جنوبی حرکت کنند. ما سعی میکنیم از کشتن بیگناهان جلوگیری کنیم و بنابراین ما به آنها گفتیم که شما باید از مناطق خطر دور بشین، باید به بخش جنوبی نوار غزه برین. کمک هایی وجود داره که از امروز از ساعت 10 صبح از طریق مرز مصر وارد نوار غزه میشه. دوم اینکه چرا با اطرافیان خود در مورد امکان مبارزه با حماس صحبت نمی کنید تا مطمئن بشید که از شر اونها خلاص میشین، زیرا اونها عامل هر چیزی هستند که زندگی شما رو دردناک و وحشتناک کرده. رئیس جمهوری آمریکا گفته که احتمالاً یکی از دلایلی که حماس حمله این چنینی کرده این بوده که نگران عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی بوده. چقدر فکر میکنید حالا زیر سایه این جنگ عملاً مذاکرات عادی سازی روابط با عربستان سعودی هم به فراموشی سپرده میشه؟ No, and I think we're not going to let Hamas dictate
نه، و فکر میکنم ما به حماس اجازه نمیدیم سیاستهای خودش رو به کل خاورمیانه دیکته کنه، زیرا این توهینی به ما، به ایالات متحده و عربستان سعودی خواهد بود. هنوز موانعی بر سر راه عادی سازی روابط با عربستان وجود داره. این روندیه که من به عنوان نخست وزیر شروع کردم و حتی اگر هر از گاهی انتقاداتی داشته باشم کاملا از اون حمایت میکنم. ما باید اون چرا که برای مردم خاورمیانه، اسرائیل و عربستان سعودی و کل منطقه مفیده انجام بدیم.